رامش خواننده بزرگ ایرانی که پیش از انقلاب 57 بسیار صدای مخملی، پرقدرت و ویژه ای داشت، مدتها در ایران و در انزوا قرار گرفته بود تا اینکه پس از سالها با آمریکا مهاجرت کرد و در آنجا با داریوش تصمیم به اجرای کنسرتی مشترک گرفتند. اما در این میان اتفاقی تلخ و ناراحت کننده موجب شد تا آغاز خانه نشینی و انزوا و در نهایت مرگ رامش را هم راه داشته باشد. اتفاق تلخی که پای گزارش داریوش بود و تصمیم او باعث دگرگونی زندگی رامش شد. اما ماجرا چیست؟ داریوش چطور باعث گوشگیری و تنهایی مطلق رامش شد؟ در ادامه به همین موضوع می پردازیم. قبل از ادامه اگر به ویدیوهای ما من هستید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. آذر محبی تهرانی با نام هنری رامش یکی از چهرهای برجسته موسیقی و سینمای ایران بود که در 22 آبان 25 در تهران به دنیا آمد و در خانواده ای با سه خواهر و یک برادر بزرگ شد. دوران تحصیلی خود را تا دیپلم طبیعی ادامه داد و در ابتدا تصمیم داشت پس از اخذ دیپلم تحصیلات خود را در رشته جراحی در دانشگاه ادامه دهد اما همانند بسیاری از هنرمندان عشق به موسیقی مسیر زندگی او را تغییر داد و او را برسه خوانندگی کشاند ورود رامش به دنیای موسیقی بسیار جوانانه و پرشور بود او در سن 18 سالگی و در سال 1343 با اجرای ترانه پرستو در برنامه محبوب یک شاخ گل که در رادیو گلها پخش می شد حرفه موسیقی خود را آغاز کرد. این برنامه از پر مخاطب ترین برنامه های موسیقی در آن دوره بود و هنرمندان بسیاری از جمله رامش از این طریق به جامعه موسیقی ایران معرفی شدند موسیقی رامش به طور مستقیم از ریشه های موسیقی کلاسیک فارسی سرچشمه می گرفت اما او با دیدی با سر به موسیقی از تاثیرات موسیقی غربی نیز بهره گرفته بود رامش به ویژه از هنرمندان ترکیه ای همچون اسمت ندیم سواتسین اورهان گنجبای و ودات یل برا. الهام گرفته بود و گاهی اوقات از ابزارهای موسیقی غربی و ریتمهای نیز در آثار خود استفاده میکرد. یکی از ویژگی های متمایز رامش در آن زمان اجرای ترانه های دو صدایی با هنرمندان معروفی مانند عارف منوچهر سخایی و ویگن بود. این ترانه ها اغلب به جای بازیگران در فیلم های سینمایی پخش می شد و رامش از این راه به سرعت به یک از چهره های شناخته شده ای موسیقی ایران تبدیل شد. در این دوران رامش بیشتر آثار اطولای خورم و هنگساز بزرگ آن دوران را اجرا می کرد. خورم نیز همانند رامش کار خود را با ویگن نخستین ستاره موسیقی پاپ ایران آغاز کرده بود و این همکاری به تولید قطعاتی ماندگار در موسیقی ایران انجامید. اما یکی از نقاط برجسته کارنامه هنری رامش ورود او به دنیای موسیقی راک بود او در سال 1352 با ترانه و قشنگن به شکل جدید از موسیقی روی آورد. این ترانه با ریتم های خاص و سنگین تبل و صدای گیتار باهوا همراه بود. که این صدای گیتار نوعی گیتار الکتریک با افکت های خاص می باشد. ملودی آجری این ترانه به شکلی باهوشانه توسط هورگ به سمت موسیقی غربی سوق داده شده بود و ترکیب آن با استفاده از هارمونیکا به نوعی تدایی کننده موسیقی وسترن اسپاگتی یا همان وسترن ایتالیایی بود. این ترکیب نوآورانه نه تنها سبک سنتی راک را با موسیقی ایرانی پیوند میداد بلکه نشان دهنده جسارت و خلاقیت هنری رامش در جلب توجه توجه مخاطبان با سلیقه های متنوع بود یکی دیگر از آثار معروف رامش که توجه زیادی به خود جلب کرد ترانه اسمر اسمر بود این ترانه یک قطعه محلی کردی و آذری بود که با نام اسمر نیز شناخته میشد ناصر چشم آزر و برجسته تنظیم این اثر را بر عهده داشت و توانست با استفاده از سازها و تنظیمات مدرن روحی تازه به این ترانه قدیمی ببخشد رامش در طول دوران فعالیت خود آثار بسیاری را اجرا کرد اما یکی از ترانه هایی که بیش از همه در تلویزیون پخش و ضبط شد ترانه رودخونه ها بود این اثر ساخته صادق نوجوکی بود و به یکی از محبوب ترین ترانه ها رامش تبدیل شد متن این ترانه که توسط محمد علی بهمنی سروده شده بود الهام گرفته از داستان معروف ماهی سیاه کوچولو از سمد بهرنگی بود در سال 1352 رامش برای اولین بار به عرصه سینما قدم گذاشت او به دعوت منوچهر نوزری در فیلمی با نام خیالاتی به عنوان بازیگر ایفای نقش کرد این تجربه سینمایی برای رامش کوتاه مدت بود زیرا پس از آن دیگر در هیچ فیلم بازی نکرد و تصمیم گرفت تمرکز خود را همچنان بر موسیقی بگذارد. رامش در طول سالها فعالیت خود همکاری های متعددی با هنرمندان برجسته ای داشت. از جمله این همکاری ها میتوان آلبوم مشترک او با داریوش اقبالی و فرامرز اصلانی به نام رومی محشوق همینجاست نام برد که در سال 2002 میلادی در سال 81 منتشر شد. این آلبوم در واقع آخرین اجرای رسمی رامش را ثبت کرد و پس از آن او از عرصه خوانندگی کنار گیری کرد. رامش بعد از انقلاب 57 به خارج از کشور مهاجرت کرد و بعد از مدتی ساکن لس آنجلس آمریکا شد کنسرت مشترک داریوش و رامش که در لس آنجلس برگزار شد با هواشی زیادی همراه بود به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی بروز این مشکلات اختلاف بین داریوش و برگزار کنندگان کنسرت یعنی علیرضا امیر قاسمی و مسعود جمالی بود داریوش به دلیل نارضایتی از شرایط در آخرین لحظه از حضور روی صحنه امتناع کرد این اختلافات و همچنین برخی مشایل مربوط به نظم در کنسرت به حوادث و بینظمی هایی در سالن منجر شد البته رامش اون شب برنامه خودش را اجرا کرد او پس از این کنسرت آنچنان از لحاظ احساسی ضربه سنگینی خورد و دل شکسته شد که گوشگیری را برگزید و تصمیم گرفت برای همیشه از صحنه اجرا خداحافظی کند و به انزوای خود خاصه پناه برد حتی جواب تلفن دوستانش را هم نمیداد و در تنهایی خودش فرو رفت تا اینکه آخرین روز عمرش سر رسید پس از این جنجال عجیبی که داروش در کنسرت مشترکش با رامش به پاکر کرد در یک مصاحبه مطبوعاتی داروش شرکت کرد و حرفایی را بیان کرد و از اختلافاتش با برگزار کنندگان این کنسرت پرده برداشت در این مراسم هنرمندان بزرگ همچون شهرام شهپر شهریار قمبری فرید زولاند و حمید شقیز حضور داشتند و این رویداد به یکی از نقاط حد در دنیای موسیقی ایرانیان در خارج از کشور تبدیل شد اما در مورد زندگی شخصی رامش اطلاعات دقیقی در دسترس نیست با این حال در سال 2015 رامش در گفتگویی با مجله جوانان لس آنجلس اعلام کرد که پس از انقلاب و در هنگام سفر به بریتانیا در لندن با فردی غیر ایرانی ازدواج کرده است علاوه بر این شهرام شاپاره در مصاحبه عنوان کرد که در سال 1976 رامش با او تماس گرفت و اعلام کرد که مایل است به آمریکا مهاجرت کند در آن زمان تنها راه ورود به آمریکا که از طریق ازدواج رسمی بود و شهرام شپره برای کمک به رامش با او ازدواج کرد تا امکان مهاجرت او فراهم شود این ازدواج تنها دو ماه به طول انجامید و پس از آن از هم جدا شدند شپره در این مصاحبه اشاره کرد که تمامی هزینه های مربوط به عروسی و سفر بر عهده او بوده است وقتی از رامش در مصاحبه پرسیده می شود واقعا چرا نمیخوانی میگوید نخواندن من ابتدا اعتراض بود به صدای قدقن زنان در ایران صدای قدقن خوانندگان زن در زمینم که حتی اجازه خواندن و فریاد درون خود را به گوش ها رساندن هم نداشتند بعد کم کم این اعتراض یک عادت شد و با من سال ماند حالا به نخواندن عادت کردم ولی اگر روزی دوباره به ایران بازگشتم از ته دل برای همه مردم میخوانم من سال هاست با سریال ها و و فیلم های داخل ایران زندگی می کنم. وقتی فیلم هیست دخترها فریاد نمی ساخته پوران درخشنده را می بینم. وقتی کارهای داروش مهرجویی را تماشا می کنم. وقتی من مادر هستم باران کسری را می بینم، در آنها غرق می شوم. گلشیفت فراهانی را به خاطر هنرش و جسارتش دوست دارم. در نسل جدید سینما، تلویزیون و موزیک تحول بزرگی به وجود آمده است. کارهای مهران مدیری را با آن زیبا و نیشدارش می بینم. کارهای از فرهادی را همه را می‌بینم از دیدن او بر بلندای صحنه اسکار با همه وجود شاد می‌شوم در نهایت رامش در تاریخ ده 99 به دلیل ایست قلبی درگذشت او با آثار به یادماندنی و تلاش های هنری خود به یکی از چهره های ماندگار موسیقی ایران تبدیل شد و میراس غنی از خود به جای گذاشت. دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با بشید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا برنامه بعد بدرود.